فرارسیدن نوروز و سال نو ایرانی را به همه بینندگان و شنوندگان این برنامه شادباش میگویم و برای همه مردم جهان آرزوی تندرستی، کامیابی، دوستی و همبستگی میکنم. گفتار امروز درباره نوروز و گاه شمار ایرانی است. امسال لحظه آغاز بهار در روز شنبه 20 ماه مارس 2021 بود در ساعت 9:37:27 به وقت جهانی. به وقت تهران ساعت 12:07:27. آغاز سال نو ایرانی رویدادی است اخترشناختی. رویدادی که بر سراسر کره زمین تأثیر می‌گذارد. حالانکه آغاز سال در گاه شمارهای دیگر پدیده ای زاستاری طبیعی نیست، قرارداد است. گاه شمار مسیحی یا گرگوری با اینکه خورشیدی است، سالش به طور مصنوعی نیمه شب 31 ژانویه هر سال آغاز می شود. در این لحظه هیچ پدیده ی زاستاری ویژه‌ای روی نمی دهد. وضع گاه شمار اسلامی از این هم نااستوارتر است، زیرا نه تنها آغاز سال قراردادی است، زمان رویداد آن هم در میان فصلها سرگردان است. علت این است که گاه شمار اسلامی مانگی یا قمری است، نه خورشیدی. پایه آن فاصله میان دو هلال پیاپی مانگ است که تقریبا 29 روز و نیم می شود. سال مانگی از 12 ماه مانگی درست شده و 354 روز است، یعنی 11 روز کوتاهتر از سال خورشیدی. بنابراین در این گاه شمار ماه‌ها پریشانند. مثلا رمضان یا محرم میتواند به تابستان بیفتد یا به زمستان. در نتیجه گاه شمار مانگی ناتوان از دادن این اطلاع است که رویدادی در چه فصلی از سال پیش آمده. گاه شمار اسلامی به سبب ناکارایی و کاستی‌هایش در اداری کشورهای عربی به کار نمی‌رود، حتی در عربستان سعودی. گاه شمار گرگوری را به کار می‌برند با همان نام‌های اروپایی. گاه شمار اسلامی تنها در امور دینی به کار می‌رود. ترکیه هم از گاه شمار گرگوری استفاده می کند، ولی نام ماه‌های آن مخلوطی است از واژه‌های لاتین، عربی، آرامی و ترکی. گاه شمار ایرانی بر حرکت ظاهری سالانه خورشید نهاده شده. سال خورشیدی مدت زمان میان دو گذر پیاپی خورشید است از یک نقطه معین کره آسمان. البته این حرکت ظاهری خورشید بازتاب حرکت مداری زمین است به گرد خورشید. خورشید این گردش ظاهری سالانه را در 365 روز و کمی کمتر از 6 ساعت انجام می‌دهد. ویژگی بسیار مهم گاه شمار خورشیدی این است که ماه‌ها با فصل‌ها مطابقت دارند. مدار حرکت ظاهری سالانه خورشید بر صفحه استوای زمین منطبق نیست. این دو صفحه با هم زاویه‌ای در حدود 23 درجه می‌سازند. یعنی مدار ظاهری خورشید صفحه استوای زمین را در دو نقطه قطع می‌کند. یک بار وقتی که به سوی شمال آسمان می‌رود و دیگر بار وقتی رو به سوی جنوب آسمان دارد. نقطه نخست هموگان یا اعتدال بهاری نام دارد، چون وقتی خورشید به آنجا میرسد، یعنی در لحظه تحویل سال، شب و روز در سراسر کره زمین برابر میشوند با فرض اینکه خورشید نقطه است. بنابراین آغاز سال ایرانی رویدادی است زاستاری و اخترشناختی. هیچ یک از گاه شمارهای دیگر جهان حتی اگر خورشیدی باشند چنین ویژگی ندارند. و چون نوروز پدیده است اختری، همانند آن در همه سیاره های راجمان خورشیدی روی می دهد. البته نه همگی همزمان با کره زمین. سیاره بهرام یا مریخ را در نظر بگیریم. سال اخترشناختی بهرام هم سال خورشیدی از نوع ایرانی آن است، نه از نوع گرگوری. مانند سال ایرانی
به همگان بهاری مدار بهرام و نیمکره شمالی آن بستگی دارد. سال بهرام 687 روز زمینی یا 668 روز بهرامی است. سال کنونی بهرام که سال 36 نام دارد در 7 فوریه امسال 2021 آغازی. سال آینده آن 26 دسامبر 2022 آغاز خواهد شد. به نوروز بازگردیم. جشن نوروز آیینی است با بسیاری بارهای فرهنگی. نماد شادی انسان است از بیداری یا نوگشت زاستار طبیعت پس از زمستان سرد و خموده. پیروزی روشنایی است بر تاریکی. بار معنوی مهم نوروز از باورهای زرتشتی نیاکانمان سرچشمه می‌گیرد. هزاران سال است که نوروز را مردمان گوناگونی که در آسیای باختری و مرکزی زندگی می‌کنند جشن گرفتند با وجود دگرسانی‌های قومی، دینی یا زبانی. در عصر کنونی فزون بر ایران در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، عراق، سوریه، ازبکستان، آذربایجان، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان به کوتاهی در پهنه ایران بزرگ تاریخی. از این رو نوروز زیباترین نماد همزیستی و همبستگی مردم در چارچوب ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی لاییک یا سکولار است. گذشته از پیام ژرف نوروز، اینکه این آیین از آن قوم یا دین ویژه‌ای نیست، دلیل‌هایی‌اند که نوروز را میراث فرهنگی مشترک مردمان گوناگون با زمینه‌های فرهنگی گوناگون کردند. چنان که گفتم، نوروز جشن دوستی و همبستگی است. با این حال، در طول تاریخ بعد از اسلام ایران، کسانی که نوروز و آیین‌های ایرانی را مانعی در راه تسلط ایدئولوژیک و تحمیق دیگران می‌دانستند با آن دشمنی کردند و به پیکار پرداختند. بزرگترین نمونه این گونه واپسگرایان امام محمد غزالی است، فقیه و عارفی که در سده 5 هجری 11 میلادی می‌زیسته. در کتاب کیمیای سعادت آذین بستن نوروزی در بازار و فروش کالاهایی را که در جشن نوروز به کار می رود حرام دانسته. می گوید منکرات آن بود که صورت حیوانات فروشند برای کودکان در عید و شمشیر و سپر چوبین فروشند برای نوروز و بوق سفالین برای سده. پس می بینیم که 500 سال پس از حمله عرب و تحمیل ایدئولوژی او با همه ستمها و ترفندهایی که به کار بردند تا ایرانیان را به رها کردن آیین‌های فرهنگیشان وادارند، باز هم ایرانیان نوروز را جشن می‌گیرند. غزالی ادامه می‌دهد: اما آنچه برای سده و نوروز فروشند این در نفس خود حرام نیست، ولیکن اظهار شعار گبران حرام است و مخالف شرع است و هرچه برای آن کنند نشاید، بلکه نوروز و سده باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد. گروهی از سلف گفتند که نوروز روزه باید داشت تا از آن طعام‌ها خورده نیاید و محققان گفتند که روزه داشتن این روز هم ذکر این روز باید و نشاید که نام این روز ببرند. میگوید گفتند که برای بازداشتن مردم از گرفتن آیین نوروز باید در این روز مردم را به روزه گرفتن مجبور کرد و ادامه میدهد که ولی در این صورت باز هم نام نوروز باقی میماند، چون باید گفت که روزه به سبب نوروز است. باید کاری کرد که نوروز نابود شود و کسی نام آن را به خاطر نیاورد. راستی چرا امام محمد غزالی و هم اندیشان واپسمانده او با نوروز که آیین شادی انسان از نو شدن زاستار است و مردم را به هم پیوند می‌دهد دشمنی کردند و می‌کنند؟ این همه زورگویی، قلدری و فضولی برای چه؟ چه چیز والاتری دارند که بتوانند جانشین نوروز کنند؟ امسال سال 1400 هجری خورشیدی را آغازیدیم، ولی تاریخ ایران بسیار کهن‌تر از 1400 سال است و مبدع یا خاستگاه هجری نماینده فرهنگ و تمدنی به دیرپایی و غنای فرهنگ ایران نیست. و این میماند که شخصی بخش بزرگی از سن خود را، آن هم بخش باشکوه‌ترش را فراموش کند یا نادیده بگیرد.
ایران پیش از اسلام وجود داشته با فرهنگ و تمدنی تابناک. درخشش فرهنگ و تمدن ایرانی بیشتر به سبب ویژگی های پیش از اسلام آن است. مبدا هجری شاید خوب باشد برای مردم عربستان که تا پیش از برآمدن اسلام قبیله های پراکنده‌ای بودند و تمدن آنها به آنجا نرسیده بود که دولت مرکزی و اداره کشوری داشته باشند. بنابراین مبدا هجری می تواند برای عرب های عربستان نقطه آغاز معناداری باشد، ولی چنان که گفتم خود عرب ها گاه شمار هجری را در کشورداری و اقتصاد کنار گذاشتند و گاه شمار مسیحی را به کار میبرند. برعکس آنان، ایرانیان دست کم 2000 سال پیش از اسلام تمدن و فرهنگ باشکوه داشتند و از دولت و کشورداری برخوردار بودند. از این رو خاستگاه هجری به هیچ روی مناسب سراسر تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران نیست. فرهنگ و تمدنی که چهره های بی همانندی چون زرتشت، کوروش، فردوسی و رازی پدید آورده. بنابراین منطقی می نماید که ایرانیان با ذهن باز و آزاداندیشی خاستگاه درخوری برای گاه شمار بی همتای خود برگزینند. اما چه خاستگاهی؟ بهتر است که این خاستگاه با هیچ دینی رابطه نداشته باشد، زیرا گزینش باورهای دینی امری شخصی و هیچ دینی نباید در عرصه همگانی بر دینهای دیگر برتری داده شود. کهن‌ترین دولت‌های تاریخی شناخته‌ای که ساکنان سرزمین ایران پدید آوردند از آن ایلامیان است که در بخش باختری ایران تمدن درخشانی تشکیل دادند. ایلامیان یکی از کهن‌ترین و مهمترین دولت شهرهای تمدن انسانی را در ناحیه مرودشت پارس یعنی شهر انشان پدید آوردند. دو دولت شهر بزرگ دیگر آنان شوش در خوزستان و اوان در لرستان بود. انسان در حدود 3300 سال پیش از میلاد سه گونه خط برای نوشتن اختراع کرد: میخی در سومر، هیروگلیف در مصر و خط ایلامی کهن در ایران که خط کاملا مستقلی از دو خط دیگر بوده. تمدن درخشان ایلامی مایه افتخار ساکنان سرزمین ایران است. ولی بگذاریم. مادها هم در بخشی از ایران کنونی دولت نیرومندی برپا ساختند. نخستین دودمانی که برخلاف ایلامیان و مادها سراسر ایران را یک پارچه کرد هخامنشیان بودند با برآمدن کوروش بزرگ در سال 559 پیش از میلاد. تشکیل دولت هخامنشی تنها از لحاظ یک پارچگی ایران مهم نیست. برآمدن هخامنشیان یکی از رویدادهای بی همانند سراسر تاریخ جهان است. پیش از کوروش امپراتوری های دیگری وجود داشتند، مانند امپراتوری های مصر و آشور که هیچ گونه جهانبینی فلسفی برای گرد هماوری مردم گوناگون و از این راه همزیستی انسانها نداشتند. احترام کوروش به باورهای دینی مردم کشورهایی گشوده شده، سپردن اداره کشورها به خود آنان، آزاد ساختن یهودیان در بند در بابل، یاری به بازگشت آنان به اورشلیم و ساختن پرستشگاه آنان از ارزش‌هایی هستند که تاریخ برای نخستین بار با آنها روبرو شده. البته نباید پنداشت که دیدگاه کوروش درباره آزادی و حقوق انسان همانهایی هستند که ما امروزه میشناسیم. نه. جهانبینی کنونی ما در این باره زایده 2000 سال تحول و تاریخ جامعه های انسانی پس از کوروش است. به ویژه انقلاب های بزرگی که با بازایش و رنسانس از سده 16 هم به بعد در اروپا روی دادن. با این حال جهانبینی و رفتار کوروش برای آن دوران بی همتا بوده. از این رو تاریخدانان در این باره همداستانند که تشکیل شاهنشاهی بزرگ ایرانی رویدادی بسیار مهم و بی همانند در سراسر تاریخ انسان است. و از اینجاست که هگل، فیلسوف نامبردار آلمانی، در کتاب فلسفه تاریخ میگوید تاریخ انسان با ایرانیان آغاز میشود. ایرانیان نخستین مردم تاریخی هستند و با شاهنشاهی ایران جهان برای نخستین بار به تاریخ پیوسته گام میگذارد. از این رو به گمان من سال
559 پیش از میلاد یعنی برپایی کشورداری هخامنشیان میتواند خاستگاه بسیار برازندهی برای گاهشمار بی همتای ایرانی باشد. پس ما همکنون سال 2580 ایرانی را آغازیدیم. وقت ما به پایان رسید. سال 2580 ایرانی را به همه ایرانیان آزاداندیش و دوستداران فرهنگ ایرانی شادباش می‌گویم.